سلام دوستان، فراد هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به زندگی شخصی علی شادمان، بازیگر خوب کشورمون و حواشی نقش این بازیگر در سریال یاقی میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. با اینکه فقط چند قسمت از سریال یاقی در شبکه نمایش خانگی میگذره، اما حضور برخی بازیگران این سریال و البته نقش‌آفرینی این بازیگران سرشناس موجی از تعریف و تمجید رو در فضای مجازی به راه انداخته و همه جا صحبت از علی شادمان در این سریال رو میکنن. داستانهای مختلفی از ورود بازیگران به عرصه سینما و تلویزیون وجود داره، داستانهایی که هر کدوم در نوع خودش جذابه و علی شادمان نیز یکی از این داستانها رو داره. او شاید اگر نوازندگی با ویولون رو بلد نبود هیچگاه بازیگر نمیشد. اولین تجربه بازیگری علی شادمان یکی از بهترین تجربه های او بود. رسول ملاقلی پور اون رو انتخاب کرد تا در فیلم درخشان میم مثل مادر هم بازی گلشیفت فراهانی باشه و این فیلم به تشخیص کمیته ای از بنیاد سینمای فارابی به عنوان نماینده ایران در 82مین دوره جوایز اسکار در سال 2007 انتخاب شد و برای این نقش در سال 76 جایزه بهترین بازیگر کودک 37مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم رشد رو دریافت کرد. زمانی که در فیلم میم مثل مادر بازی کرد 10 ساله بود، اتفاقی که خودش در مورد اون گفته بود: شاید تنها چیزی که در اون زمان اصلاً به اون فکر نمی کردم این بود که روزی بازیگر بشم، چون در اون سن و سال خیلی نمی شد برای آینده تصمیم گیری کرد و در واقع این اتفاقی که برام رخ داد باعث شد تلنگری به من زده بشه که وارد این کار بشم. اما بعد از اون فیلم در این مصاحبه که این روزها حسابی بازتاب داشته، پیشبینی فرزاد حسنی رو از این بازیگر نشون میده. تو بازیگر بسیار خوبی خواهی شد، کما که هستی، فکرت بزرگی. آدمایی که از شغلای خودشون بزرگترن علی و از مسئولیتایی که بهشون میدن بزرگترن، همیشه تو اون شغلشون به چشم میان و دیده میشن. همیشه سعی بکن کارهایی رو بگیری که اون کارها از خودت بزرگتر نباشن، تو از اون کارها بزرگتر باشی، وقت هیچ وقت رو کار کم نمیاری. محمد علی شادمان زاده 1375 در ایلام بازیگر ایرانیه. علی کار بازیگری رو در نوجوانی از سال 1385 با بازی در فیلم میم مثل مادر آغاز کرد. او همچنین در فیلم‌های سینمایی 100 سال به این سال‌ها، زمانی برای دوست داشتن و کلانتری غیر انتفاعی و سریال سرزمین کهن به ایفای نقش پرداخت. او در سال 92 در فیلم ساکن طبقه وسط به کارگردانی شهاب حسینی و در سال 90 در فیلم رویای سینما به کارگردانی علی شاهاتمی ایفای نقش کرد. وی در جشنواره‌های متعدد داخلی و خارجی شرکت داشته و در سال 2010 و 2011 نیز برنده ی دو جایزه ویژه سینکید و فیسیکید شد و در همین دو سال بهترین بازیگر نوجوان سال شناخته شد. علی شادمان در سریال کیمیا به کارگردانی جواد افشار نیز که سال 1394 از شبکه دوم سیما پخش شد ایفای نقش کرده. او در آخرین تجربه بازیگری خودش در مجموعه دیوار به دیوار ایفای نقش کرده. ایشون گفته: من از کلاس چهارم وارد بازیگری شدم و از اون زمان تا به امروز مشغول بازیگری بودم. هرچند سعی کردم در این 10 سالی که مشغول کار هستم در کارهایی بازی کنم که دوست داشته باشم و به همین دلیله که در این مدت تنها در 9 کار تصویری و 1 کار تئاتر حضور داشتم و اینطور نبوده که مدام در فیلم‌های مختلف مشغول کار باشم. سخت‌ترین کارم در این مدت سریال سرزمین کهن بود که 2 سال درگیر اون پروژه بودم و در تمام این 2 سال هر روز آفیش بودم و باید می‌رفتم سر کار. هر روز ساعت 6 صبح باید میرفتم سر لوکیشن و تا غروب یا شب کار ادامه داشت و شبها که به خونه برمیگشتم معلم خصوصی میومد تا درسها رو با اون کار کنم و بعد از اون شام میخوردم و مرور درسها رو داشتم و دوباره فردا ساعت 6 صبح باید میرفتم سر کار و این داستان 2 سال ادامه داشت، ولی هرگز اجازه ندادم که کار به درس خوندنم لطمه بزنه. سریال کیمیا هم که باز کاری طولانی بود همزمان با دوره پیش دانشگاهیم بود
ولی باز سعی کردم درس خوندنم رو مدیریت کنم و خوشبختانه موفق هم بودم. برای سرزمین کهن من از 13 سالگی تا 15 سالگی درگیر کار بودم. در سن بلوغ هم بودم ولی باید راکوردهای نقش رو حفظ می‌کردیم. چرا که من هم باید سن 7 سالگی اون شخصیت رو بازی می‌کردم و هم سن 14 سالگی و این کار رو بسیار سخت کرده بود و من هم روز به روز داشتم بزرگتر می‌شدم. با مشاوره چند دکتر و با درمان عجیب و غریب و ریسکی که کردیم پذیرفتیم که یک سری داروها رو مصرف کنم که از رشد و بلوغ من جلوگیری کنه. پدر و مادر من هم خیلی در این زمینه تحقیق کردند و تضمین‌هایی از دکترها گرفتن. ولی با این حال کار پر ریسکی بود و خوشبختانه اتفاق بدی هم نیفتاد. او همچنین در ادامه گفته خیلی کتاب میخونم و فیلم هم نگاه میکنم. دوستان محدودی دارم و تعدادشون به اندازه یه انگشتان دست هم نمیرسه. چون در انتخاب دوست خیلی وسواسی هستم و معتقدم که آدم با 3 نفر دوست صمیمی باشه بهتر از اونه که با 100 نفر دوستی سطحی داشته باشه. خیلی از اوقاتم رو با دوستانم میگذرونم و با اونها راجع به کتاب‌ها و فیلم‌هایی که می‌خونیم و می‌بینیم صحبت می‌کنم. خیلی اهل بیرون اومدن از خونه نیستم. باشگاهی در کنار خونمون هست که برای ورزش به اونجا میرم. به عکاسی علاقه زیادی دارم و میتونم بگم که به شکل حرفه‌ای این کار رو انجام میدم. البته سوژه‌هام آزاده و روی سوژه خاصی در عکاسی تمرکز نکردم. ولی به صورت کلی به شدت به عکاسی علاقه دارم و اون رو دنبال میکنم. او همچنین در ادامه گفته از طرف دیگه به نوشتن متن و فیلمنامه نیز علاقه زیادی دارم و این روزها مشغول نگارش یک فیلم نیمه بلند هستم و امیدوارم که تا قبل از پایان سال بتونم اون رو بسازم. پدر این بازیگر خوب کشورمون مسعود شادمان دکترای تاریخ و استاد دانشگاه بوده و مادرش بتول رشنوادی معلم علومه و او تنها یک خواهر کوچکتر از خودش به نام آرینا داره. اولین بار سال 1385 وقتی تنها 10 سال داشت کنار گلشیفته فراهانی با فیلم میم مثل مادر جلوی دوربین رفت و یک سال بعد در فیلم 100 سال به این سالها بازی کرد. علی شادمان در سریال های دیوار به دیوار، ماه و پلنگ، کیمیا، سرزمین کهن و فیلم های سینمایی ساکن طبقه وسط، رویای سینما، کلانتری غیر انتفاعی، زمانی برای دوست داشتن، 100 سال به این سالها و غیره بازی کرده. آخرین کار او سریال میخواهم زنده بمانم بود که نقش کاوه رو در این فیلم داشت و تونسته بود بازی خوب و جذابی از خودش ارائه بده. محمد کارت که برای کارگردانی فیلم سینمایی شنای پروانه و شماری از فیلم‌های مستند اجتماعی با تمرکز بر مسائل اجتماعی جنوب شهر خصوصاً اعتیاد شناخته می‌شد، در نخستین سریال خودش نیز که با همکاری نویسندگان شنای پروانه نوشته شده، فضایی مشابه با تنها فیلم کارنامش داره. نقش اصلی یاغی بر عهده علی شادمانه و ستاره‌های پرشمار دیگه‌ای در این سریال بازی می‌کنند. که از جمله اونها میشه به پارسا پیروزفر، تناز طباطبایی، امیر جعفری، نیکی کریمی و فرهاد اصلانی اشاره کرد. البته از این فهرست تنها امیر جعفری در قسمت‌های نخست حضور پررنگی داره. اما بازی علی شادمان در سریال یاغی توجه‌های زیادی رو به خودش جلب کرده که برای این بازیگر خوب آرزوی موفقیت داریم. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.